سرخط خبرها، لیز تراس از نخست وزیری انگلیس استفاده و پرهزینه ترین جنگنده ی امریکا در پایگاه هوایی یوتا سقوط کرد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. لیز تراس از نخست وزیری انگلیس استفاده. لیز تراس روز پنجشنبه در پی افزایش فشارها برای کنارگیری از قدرت اعلام کرد که از مقام نخست وزیری کنار می رود. تراس ظهر پنجشنبه با ایرد سخنانی مقابل دفتر نخست وزیری از تصمیم خود در این زمینه خبر داد و به این ترتیب در صدر فهرست کوتاه‌ترین عمر یک نخست وزیر انگلیس قرار گرفت. تراس در واقع دومین نخست وزیر انگلیس در طول یک سال اخیر است که از مقام خود کنارگیری می کند. تراس اعتراف کرد زمانی سکان دولت را به دست گرفت که کشور با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه است. وی عنوان کرد که با دستور کار اصلاح امور اقتصادی مسئولیت دولت را پذیرفت، اما اکنون به این نتیجه رسیده که قادر به انجام این مأموریت نیست. تراس گفت که بر همین اساس با چارلز پادشاه انگلیس صحبت کرده تا استعفای خود را ارائه دهد. به گفته وی انتخابات برای تعیین رهبر جدید حزب محافظه‌کار و نخست وزیر آتی انگلیس تا هفته ی آینده تکمیل و برگزار خواهد شد. تراس گفت تا زمان انتخاب جانشین نخست وزیر باقی خواهد ماند. تراس بعد از استعفای بوریس جانسون از قدرت موفق شد تا در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار پیروز و 5 سپتامبر گذشته به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شود. با کنارگیری او از قدرت، روند انتخاب جانشینی وی زیر نظر فراکسیون حزب محافظه‌کار موسوم به کمیته 1922 برگزار خواهد شد. پرهزینه ترین جنگنده ی آمریکا در پایگاه هوایی یوتا سقوط کرد. در حالی که چند ماه قبل زمین گیر شدن جنگنده های نسل 5 آمریکا به دلیل کمبود قطعات یدکی موتور خبرساز شده بود، یک جنگنده F-35 در ایالت یوتا سقوط کرد. منابع رسانه‌ای در آمریکا گزارش دادند یک فروند جنگنده F-35 ساعت 8:15 به وقت محلی در ایالت یوتا در پایگاه هوایی هیل این کشور دچار سانحه شد. به گزارش شبکه CNN، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که خلبان این جنگنده توانست قبل از برخورد F-35 به زمین ایجکت کند و نیروهای امدادی او را برای بررسی وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل کردند. به گفته مسئولان آمریکایی، سقوط جنگنده F-35 زمانی رخ داد که خلبان آن از تمرین آموزشی عادی خود به پایگاه برگشت، اما حین تلاش برای فرود دچار حادثه شد و سقوط کرد. مقامات این کشور درباره علت سقوط جنگنده F-35 و وضعیت خلبان آن به جزئیات بیشتری ارائه نکردند و از آغاز تحقیقات در خصوص سقوط جنگنده خبر دادند.